تو بخش اول ویدیو یه مقدمه‌ای در مورد فکر تو ذهن آدم‌ها و اینکه چجوری فکر تو ذهن آدم‌ها ایجاد میشه. این افکار و باورها و هر چی که تو ناخودآگاه شما هست به صورت یک سری زنجیره‌ای از نورون‌ها و عصب‌ها هستن که اینا به هم دیگه وصل شدن و به هم دیگه گره خوردن و نزدیک هم قرار گرفتن و اینا یک حلقه ای رو یا یک زنجیر رو تشکیل دادن. خب یعنی چی؟ یعنی این که چند تا فکر کوچیک که چند تا نورون هست اینا میاد کنار هم دیگه یک زنجیر رو به هم درست میکنه، متصل میشه و این زنجیر طولانی میشه و این زنجیر مدام کلوفتر و کلوفتر میشه. وقتی که شما بازم اون فکر رو در حال پردازش هستین، به اون زنجیره عصب‌های دیگه هم متصل میشن و این کلوفتر کلوفتر میکنه. به همون صورتی که در ذهن شما یک فکری مرور میشه و شما یه حسی پیدا میکنید، این فکر تبدیل میشه به یک پیام شیمیایی و در بدن شما یک آنزیم‌هایی ترشح میشه و اینا باعث میشه که حس ناراحتی و خوشحالی نسبت به اون موضوع تو بدن شما ایجاد بشه. پس بدن شما هم مثل یک مغزه که به جای پالس‌های الکتریکی در اون پالس‌های شیمیایی در حال جابجا شدن و این چرخه میتونه ادامه پیدا کنه. یعنی بدن و مغز با همدیگه یک چرخه رو تشکیل میدن. این مثال رو در گذشته در فیلمی به نام اینسپشن هم ساختن. شما فرض کنید که به ذهن یک نفر افکاری داده بشه که اینا به صورت زنجیره‌ای به این صورت گفته میشن. فکر اول به این صورت هست که این دنیایی که ما درونش هستیم دنیای واقعی نیست. مثل همون فکری که کارگزار خواب در فیلم اینسپشن به همسرش مال داده بود که این دنیایی که ما الان توش هستیم دنیای واقعی نیست. فکر بعدی این هستش که غیر از این دنیا دنیای دیگه‌ای وجود داره که بعد از مرگ ما به اونجا میریم و اون دنیای اصلی هست و اون بهترین دنیا هست. این هم یه فکر دیگه است که به اون نفر دادن و بهش یاد دادن که اگر بمیری از این دنیا به دنیای دیگری منتقل میشی. فکر سومی که به اون فرد دادن این هستش که اگر در راه خدا کشته بشی یا بمیری به دنیای خیلی خوبی میری که اون بهشت هست و این دنیای خیلی بهتر از این دنیا هست. خب این هم یه فکر دیگه است. حالا این فردی که این سه چهار فکر تو ذهنش به صورت زنجیر به هم یک باوری رو ساخته به نام جهات یا به هر نامی که شما میشناسید، این با این فکر بزرگ میشه و رشد میکنه و این فکر هم تو ذهنش کلی عصب به هم تنیده میشه و یک فکر بزرگ میسازه و کلوف میشه و این آدم وقتی که بزرگ میشه فکر میکنه که این دنیایی که توش هست دنیای واقعی نیست، در صورتی که این دنیا دنیای واقعیه و این چیزی که بهش گفتن دروغه، ولی خب اینجوری باور میکنه که این دنیا دنیای واقعی نیست، ما باید بمیریم تا به بهشت بریم که یه دنیای واقعی دیگه است بعد از مرگ و خب شاید همچین دنیای وجود نداشته باشه، ولی اون نفر اینو باور داره و بعد اگر در راه خدا کشته بشیم ما به بهشت حتما میریم. این چند تا فکر به کنار هم یک باوری میسازه که حالا اگه به این نفر شما یک بمب بدید به خودت ببند خودتون ساخته خودتون منفجر کنه تا بری بهشت در راه خدا، این کارو میکنه. و دقیقا توی این فیلم اینسپشن همین موضوع هست که اون خوابگزار به همسرش همچین فکر رو میده و اون وقتی که به دنیای واقعی یعنی از خواب بیدار میشه میاد به دنیای واقعی فکر میکنه تو این دنیایی هم که هست دنیای غیر واقعیه و باید بمیره یا خودکشی کنه تا به دنیای واقعی به بهشت بره به دنیای اصلی و خودش از پنجره پرت میکنه پایین و میمیره. خب پس به این صورت میشه یک زنجیره از افکار به این نفر داد، یک باوری تو ذهنش ساخت که مجموعی از عصب‌ها هستن و اون نفر حتی تا پای مرگ در مقابل این فکر خودش رو در اختیار این فکر میذاره و ایستادگی نمیکنه به خاطر اینکه اون فکر تو ذهنش پردازش میشه و یک ماده شیمیایی تو بدن ترشح میشه که حس خوبی میده و میگه این درسته. خب و یه نکته ایم که حالا شاید وقت ویدیو زیاد گرفته میشه و اینو بذاریم بگم، از اینجا ما میفهمیم که انسان ها بر اساس منطق فکر و عمل نمی کنن. انسان ها بر اساس احساسشون و اون ماده شیمیایی که تو بدنشون
دائما در حال ترشح شدنه و اون حسی که به اونا میده تصمیم میگیرن و ممکنه خیلی از افکار انسان ها و باورهای انسان ها غیر منطقی باشه، ولی آدم ها این فکر غیر منطقی رو دنبال میکنن و اجراش میکنن. خب امیدوارم از این ویدیو تا اینجا خسته نشده باشین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین و فکر کردین که این شبکه میتونه به شما کمک کنه، میتونین سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین تا آدمای بیشتری این ویدیو رو ببینن.